در همین زمینه با امید مموریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت همراه هستیم امای مموریان آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده که به حملات اسرائیل پاسخ نده اما مقامات جمهوری اسلامی میگن به حمله اسرائیل پاسخ میدن چطور میبینید فضا رو به نظر شما چرا تهران هشدارهای آمریکا و اسرائیل رو در این زمینه جدی نمیگیره ببینید همونطور که شما گفتین این برخلاف اون چیزی هستش که در ساعات اولیه پس از حمله اسرائیل ما شاهد بودیم که تلاش میکردن مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته بهشون که این حمله اسرائیل رو کم اهمیت جلوه بدن و در طی روزهای بعدش هم تلاش کردن بگن که ای که انجام شده خسارات کمی رو به ایجاد کرده و اون خساراتی که ایجاد کرده قابل جبران هست و همینطور که شما در این کلیپ هایی که نشون دادین مقامات جمهوری اسلامی مقامات نظامی اشاره میکنن که با دانش ما بومی هست در ساخت موشک و اینها این خسارات رو میتونیم که جبران میکنیم بنابراین باور عمومی این بودش که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مقامات نظامی دارن تلاش میکنن که یک جوری این مسئله رو به ذهن به حال مردم متبادر بکنن که قرار نیست که پاسخی به این حمله داده بشه حالا دلیلش چی هست به خاطر اینکه به هر حال اسرائیل بارها مسئله رو مطرح کرده که اگر که ایران پاسخ بده پاسخی که خواهد داد یا حمله ای که در برابر اون انجام خواهد داد شدیدتر خواهد بود با توجه به اینکه احتمال میده که اگر چنین اتفاق بیفته این بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باشه که قطعا اراده سیاسی در ایالات متحده برای حمایت کردن از اسرائیل حتی به مراتب بیشتر از زمان حاضر هست بنابراین این اظهاراتی که مطرح میشه در خصوص اینکه مقامات جمهوری اسلامی ارادهشون هستش که حمله انجام بشه قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم انجام بشه برخلاف اون چیزی هستش که انتظار میرفته و واقعا خیلی سخت بشه تصور کرد که درش منافعی وجود داره یا خاصیت بازدارندی درش وجود داره یا برای مقامات جمهوری اسلامی میتونه که نفی داشته باشه غیر از اینکه به حال این چرخه تقابلی رو ادامه خواهد داد و قطعا سطح تنش‌ها به مراتب بالاتر از اون چیزی که الان هست بالاتر یعنی بالا خواهد رفت آی مماریان اجازه بدید بپردازیم به گزارش CNN که گفته جمهوری اسلامی احتمالا همانطور که خودتون هم اشاره کردید پیش از انتخابات آمریکا به حمله اسرائیل پاسخ میده به نظر شما چرا حکومت ایران در پی ضربه به اسرائیل در این مقطع زمانی هست و این اقدام تا چه اندازه میتونه بر معادلات منطقه‌ای و انتخابات آمریکا تاثیرگذار باشه همونطور که شما به خوبی میدونید انتخابات آمریکا الان پنج روز دیگه برگزار میشه و این انتخابات بسیار متمرکز هست روی مسائل داخلی آمریکا و اینکه یک مسئله خارجی اتفاق بیفته ایران حمله کنه به اسرائیل اینها به سختی بتونه که معادلات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو تغییر بده مگر اینکه در چنین حمله ای منافع آمریکا مورد هدف قرار بگیره سربازان آمریکایی صدمه ببینند که به حال وارد یک بازی دیگه خواهیم شد سناریوی دیگه خواهیم شد که ایالات متحده بارها به ایران هشدار داده به جمهوری اسلامی هشدار داده که مواظب باشن که منافع آمریکا سربازای آمریکا در منطقه بهشون آسیبی وارد نشه و اگر آسیبی وارد بشه به طور مستقیم ایالات متحده پاسخ خواهد داد بنابراین چنین بحثی که بخوان که قبل از انتخابات این حمله رو انجام بدن که تأثیری بذارن در انتخابات آمریکا که الان تا همین الان بیشتر از 5 میلیون نفر رأیشون رو به صندوق‌ها ریخته متوجه به شکل رأی‌گیری که در آمریکا وجود داره به نظر من یه خورده نادید انگاری واقعیاتی هستش که در آمریکا وجود داره و توهمی هستش که در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داشته ولی خب به هر حال فکر می‌کنم این نگاه دارن که تلاش می‌کنن که نظران فاصله بیفته بین به اون حمله‌ای که انجام شده و پاسخی خواهند داد و از این جهت محاسباتی که دارن در خصوص اینکه چرا باید این حمله را انجام بدن و کی انجام بدن با توجه که واقعا از نظر منافعی که داره متعارف نیست خیلی سخت بشه فهمید که چرا مقامات جمهوری اسلامی به این سمت میرن هرچند که این گزارش سی به نقل از یک یک منبع بوده منابع دیگه هنوز این چنین گزارش هایی رو تایید نکردن خود مقامات جمهوری اسلامی به طور مشخص در خصوص این زمان حمله خودشون صحبت نکردن و نمیشه در واقع گفتش که این اتفاق خواهد افتاد ولی بحثی که داریم امشب میکنیم در خصوص احتمالاتی هستش که مطرح هست و باید که در روزهای آینده آیا مقامات جمهوری اسلامی به طور مشخص به این زمان اشاره میکنن یا اینکه این اتفاق نخواهد افتاد سپاسگزارم از شما امید روزنامه روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت ما